یک چهار تا می داریم این ایران شمال بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. با گزارش ویژه امروز ما خوش آمدید. انشالله در هر جایی که هستین زندگی بدلتان به پیش بره. خوش باشین، جور باشین، تشویش نکنین. دو روز دنیا هست، هر قدر که تشویش بکنین با اونمو پیمانه سرسفید و ریش سفید میشین. این گپ هر روزم هست، بخاطر از این که امی مهم هست. اگر مهم نباشه من دیگه بازی رو هر روز در گزارش ها برای شما نمیگم. به هر صورت میفهمین که من کجا هستم. من در بین شمال و جنوب و غرب و شرق هستم، در ما بین هر چار. در این گزارش آمدیم که تا یک قریه کلان تا جایی که امکان داشت برای شما به تصویر بکشیم. نامش از قلعه فتو. چرا قلعه فتو میگن؟ یک سوال. و ما که پرسان کردم میگن جای است که در اینجا در زمان جنگ جنگا انگلیس در اینمی قریه افغانا شکست داده. و ای که چگونه دیگه باز ایرم در گزارش پرسان خود کردم. شاید این قریه تصویر شده باشه در گذشته، اما امروز ما نهایت کوشش خودم میکنم که برای شما این قریه را به تصویر بکشم. قلعه های تاریخی در هر جای است. از امی سمت کابل یکی خو اینی قلعه است. ای هم یک زمان گفتن در اینجا مردم زندگی میکرد. اون قسمتش هم گلخانه بود، اما قسمت جای کلان که معلوم میشه و یک باغ بسیار کلان. یعنی کوتاه خواستم اشاره بکنم که زیاد نشه گپایم. چی زندگی های بوده؟ هر دیوارش که ببینی پخصهی یا اگم خشتم کار میکردن، دو تا کار میکردن که چندین سال کار بوده، مثل که اینمی حال چندین سال از سرش گذشته. در این شمالا و طوفان و باران و برف یا او قدر زیاد یک کمه که تخریب میشه دیگه، گل از دیگه خود تخریب هم نشه. از این سمت قصر دارالامان، دیدانا، چهل ستون به این طرف، به این سمت کلش یک نمای مقبول داره. شاید تصویرهای جداگانه هم شما ببینین از قصر دارالامان که از اینجا معلوم میشه. و این قریه در کجا است؟ تیر شده از دشت پدوله و چهل ستون به این سمت. اگه من برم خوب از برم اینه این سمت تا ببینین اونو دو دانه ذخیره هوا که شما میبینین، اونو قسمت دشت پدوله میشه که من اونجا برای شما گزارش داشتم. اونو بغل بغل از کوه که میره دیگه باستا خود طرف چلستون و هم چلستون و بازگذرگاه و جنگلک و این منطقه کابل. و به او سمت تصویر جداگانه باز ببینین شما. ما دیگه در کل میخواییم امروز که اینمی قریه کلان قلعه فتو را تا جایی که امکان داشت برای شما به تصویر بکشم. یکی چی داریم با هم ببینیم. نام قریه تان چی هست؟ قلعه فتو. اصلا به نام قلعه فتح است. کی؟ نام مطالب محمد. بخاطر بچه هایی؟ بخاطر بچه هایی. کونه قلعه؟ خواهش یک زن دگه را کردیم تو مره کونه میگی. چی میگه بابا؟ او بده تو چی فکر کردی؟ باغ است که پاچای بخارا در این زندگی میکده. خب پاچاییش بوده اینجا. این از اوکیل نیل بالا شده بودیم پایشده. کجاست خانه تان؟ اینی سر تقه. جور هستی؟ بخیر هستی؟ شما بچه های منطقه هستی؟ آه. نام چیست؟ اختر خان. اختر؟ خان. خان؟ آه. بشک بلد تو خان هستی. نام تو؟ مشتبا. از خودت؟ تمیم. مقتدر. مقتدر بشک بلد.
نام قریه‌تان چی است؟ قلعه فتوح. قلعه فتوح. قلعه فتوح. میفهمی که چرا میگن قلعه فتوح؟ نه والا دیگه. ما زیادی نداره. اوش خبر نداری؟ خب. حال شما کجا بودین حالا؟ حالا دشت پروله رفت. چی میکنین؟ نمات چکار رفتیم. چکار؟ شکر شما دیگه از قلعه فتوح تا دشت پدوله است؟ نه، پیشم میرین یکان پر دشت پدوله است. حالی موتر لینی نداره؟ نه، دستر از گاو سو هست موتر لینی سو نیست. پای پیاده میره؟ خب که ساعتتان تیر شد؟ ساعت ما تیر شد. مکتب خب کلتان میره؟ کنم مکتب. دلم جمع باشه؟ جمع باشه. بیشکتان هست. بری بخیر باشه. بری قربانتان شد. خداحافظ. اینا. چکر میزنن باز یک سه چهار نفر که بود باز دقم نمیرن ساعتشان تیر میباشه چی از اینجا بیادر؟ سلام علیک اجازه خواه است خوب هستین؟ بخیر هستین جانتان جور هست شما خوب هستین؟ خوب هستی بخیر هستین قربانت سلام بیادر خوب هستی؟ دکاندار کی هست تو خوش؟ مهربانی نمی بیادر من تو دکاندار اونو هستم هستم تو خیلی چی میکنی؟ من خود کار مار نمیکنم بیکار هستم کارم نیستم یکم پیش بیا؟ هیله خب یعنی بیکار هستم بیکار هستم کار مار درک ندارم مالمی کار کجا رفته؟ کجا هست دیگه اینا خب میمینه کل دنیا میمینه که کار کجا رفته میره که گیر کنم خوب اگلتش میکنم بلکل صحیح گف هست دمی سه چهار سال که پرسان میکنیم میگن بیکاریست این همیشه خود این همی منطقه با نام دره کوچه هست یکیم کار نمیه کسی که کوچی سو دیگه داره گسفند بسفند داره دیگه که نداره قرار شیسته نه که داری اگان مال مال چرا نه یه چیزم نداریم خود ما شخصی حالا خیلی چرا کم یارابه زندگی رد اولا بچه های من دیگه مو یک کار مار میکنه یک بچه ها که من نمیشم خانه بلاسوم هست وانا مو جاس یک شش هفته یک بچه ها که من دریور هست دیگه دریوری میکنه نه خیلی بچه ها بسر رسید خود من تکلیف حساب دارم دیگه من بیکار هستم خود من شفای عاجل برات خیر ببین میرا بانی خوب است کمی بچه‌ها هست اون ها شکر است نمی زرا این بچه‌ها شکر میکشیم کی میته دی والا اگر تو فهم کس کس مگر میفهمی شکر بکش که حالا خوب اون بچهای از اون بچهای دیگه رقمی نداری نه نه بچه ها میلا میتا مادر میلا میتا میتا بسیاری می تو پشوری ما دیدی میلا دادا و نه بچه ما ان شاء الله ایتو بچه هم نیست که دیگه بالت بلند است برای ما چاش کدیما باشه بیشی همی سایه را بگی نام تا طالب آمد بان نام ما طالب آمد بخاطر بچه هایی بخاطر بچه هایی بلش بچه هایی بیره باری بدر یک سرا چند پتی گرفته را ایسی ما هم یک نفر داریم اونم رو چطور میشه همی پتی های از او را گرفته میتونی؟ لالا ما در خدمت شستیم پتی خودش یا از باسکیل شد کدام تلفن آوردن برات؟ زنگ آمده است زنگ آمده؟ نام چیست؟ احمد نور احمد نور دمی قلعه فتو بایسکل سازی میگه از آن ها خیر بان که بیادر استاد باشد تصویر کدام مشکل داشت؟ یا ایجا پیش ملا آمده بودن مشکل داشتن ها به مخاطر کجا که ایجا مردم پیش ملا میه؟ یک ملا هم ایجا داریم ما ملای خوب فامیده خب ملای فامیده بیشک چی میکنه اون ملا؟ ملا یکان مریضی ها رو دم میکنه یکان مرض هایی که مثال یعنی جنسشتگی باشه یا گذر سرش گذر شده باشه اونو ماری دم میکنه ملا شد خیلی ببینی آل تو چقدر چند پتی میگیری که رای تان هم موتر صحیح آمده نمیتانه این بایسکل خوبی غیر هر روز باید چند پتی بگیر والا مشکلات های مردم از دیگه نمیشم بخاطر که ایجا خو ایرا خو موتر هم نداره قدر اصل موتر رواج دور است مگرم مردم هم اقتصادش خراب است دیگه والا در موتر هم خود رفت آمد کرده نمیتونن مجبوری است که این بایسکل ها رو خود بایسکل ها بگیرن و به مصرف یک ذره مصرف از اگر فرض کش چند پتی شه و در یک ماه 60 رو پا 70 رو پا چند پتیش میشه اگر در موتر بره در یک روز 60 70 رو پا تا شار کرایش میشه یک چیزی بتام شه خدا یارت خیر ببینی بشینه چاش دست کنه باشه به خدا دیگه مهمان داریم خوش میشه این بچه را باز یک روز میرم چند پتی های میرم بخاطر خب... دراک میرن تو کچ کچ میرن مشکل نیست تو خب باز مگ نکدم ملا سایب سیز خیلی کشو بکرم آه پیش ملای ما میبرم خب مقصد اگه چاشت به خدا واقعیت کرده من میباشم خوش میشیم همین میمان ها من شمالی آمدن ولی خدا کمند نکرم بری خوش باشیم بشور نخوری شور نخوری بسیار افا میخواییم خدا حافظه قربان سرت وایزت باشی این یکان زر شوخی میکنم نگم تب شما دیگه شب باز امیرم در پای ما میکنین که قربان سرت باز در پای ما میکنن که بچه رو چرا آزار میده و بدر من به خاطر که میگم شما خب امی مریض کی بود؟ مریض برادر خب خوب هستی؟ حالا خوب هستم بیا تا پلی ما بیا کجا هفته واسه جان اگه جور هستی؟ جور هستی بخیر قربان نام چی است؟ نام من موبین است موبین جان از کجا آمدی بیا شکردره از شکردره این دیجا
خب کی آدرس داد برات؟ اینجا شریف الله آدرس داده. خب از دوستای تانه؟ ها جان ها. خب حالا خودت چی تکلیف داری؟ من جانم هم گرنگ واره میشه. گرنگ واره میشه؟ کل جانم درد میکنه، پایم درد میکنه، دوستایم درد میکنه. باز این دفعه اول تست کن؟ ها این دفعه اول هم هست. خب حالا نوز پیشش نرفتی اینه شکر؟ نرفتم حالا. آ پس از پیش ملا آمد آوردیمش مریض بودی بیچاره همینجا اوجا بشی اوجا بشی هیچ شما در سپاهش نبود گزارش از ما بگی که ما آوردیمش دوباره دلیوار هستم خود دمو تر آ ما شکر در آمدیم برادر بشک برادر صبح مادرش ما مادرش پیش سفید است اون خانمش از برادری مریض بود یه شب پیش ما آمدن که نمیجه گادس دادن در قلای فتو طرف چاردی آ ما آمدیم برادر اینجا پرسونگیر پرسونگ از دوستا پیش از آمدیم بازی آمدیم گفتن آ همینجا ملاس بازی رو می از چند بجه بود گرفتی 12 بجه 10 بجه 9 بجه یعنی که رفتین پیش مولا دم انداخت حال شکر جور است انداخت فضل خدا حال مولا برآمد گفتین این آدم تنها جور تر بدر دوان دم شهی سو ویسو خی جنیات بدر زیر پای کده اون نفرا زخمی است ما این میره بدر چیز میکنم کتشان گزاره میکنم یک هفت روز یادم همیجا خانه یک دوستا باشه که ما هفت روز که دزبان مشوره کنم که دزیام که بدر ایره اگر کسشان زخمی است یادگه است که دزی گزاره کنند آه همون چیزایی که در جا نشست اون که از امو یک حساب کتاب داره حساب کتاب داره حالا خود حالا خود جور هستی حالا جور هستی خب برو شکر چی خدمت تک بس تشکر با عزت باشید بخیر باشید بسیار زیاد تشکر شفا اجل می خوایم براتون با عزت باشید اینا اینجا یک ملا هم است در بخی دیگه دیدیم اونو چشم دیدیم ما که نفر از اون بسیار با مشکل آورده شه هیچ میگه راگشتن نمیتونش حالا اونو جور تیار است تک و پتره بریم نگه طرف پایین سلام علیک مزاحم نباشم صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ صحتتون خوب است؟ از همین منطقه هستین؟ بله هست قربانتان قربان خودتان بیا امینجا خدا یک نامت خوب بگو برای ما اسم ما بسم الله الرحمن الرحیم نامم عبدالقدیر است واسنده نظیمی قلای فتوستم چند سال از همینجا زندگی میکنی؟ اینجا زندگی دیگه خب پدرای ما 100 سال تیر کرده خودم 64 سال اینجا عمر ما تیر شده 64 سال؟ بله آسد آی نام خدا حال 64 سال هستی؟ 64 هستم بله هنوزم جوان مانده جوان مانده؟ گفت در سفیدی نه؟ گفت حالا میای سر تا نهازم سیاه شکر زنده نه زنده وقت خدا رو یک چند قدم بذاری؟ آه چرا قربان سرت همی آدمایی که همی شالکش در سر شانهش بود و نموده که هیچ همیشه بیغم باشه قربانت نه بیغم باشه نه بیغم باشه اتا نه که مثلا بیغم باشه که یعنی در قصه گپی سخنی چی میگه ما در خدمت هستم همیشه هم یک کاکگی داشته اما تو راز نه ما خوشتبا نگفتم نه 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 قربان سر بخیر باشیم خواه پیش روی ما یک دانه قلعه بسیار تاریخی هم هست 65 سال هم هستیم از پدر و پدر کلان هم از این منطقه هستیم همین منطقه را چرا قلعه فتو میگن؟ قلعه فتو به خاطر میگه که اینجا انگلیس شکست خورده بود خواه انگلیس های نظیم اینجا شکست خورده بازی را نامش به نام قلعه فتو مانده این تو میرم قدم زده اصلا به نام قلعه فتح سکی خواه به خاطر که انگلیس اینجا جنگ فتح شده قلعه دواندن انگلیس مسلمان ها دم اینجا بله این دیگه قصه چه وقت است از کجا این جنگ کدام جنگ این قصه جنگ انگلیس خب افغان و انگلیس بله افغان ها و انگلیس ها چیز کردن یعنی اینجا انگلیس فتح کردن جنگشان از بردهشان از بین دیگه باز به نام قلای فتو نام زیر ماندن یعنی این قلاوار که میبینی یا کل از یا قلاوایی است که از امو 100 سال یا 150 سال از قلاوا تیر شده و تیر شده؟ بله آسای با میبینی که ای دیوالایشان شکست کرده کلش باز باز شده گفتی که انگلیس ها رو شکست انگلیس ها در قسمت بود یا از قسمت دیگه کابل از گذرگاه که یارا پیش کرده انگلیس ها رو مسلمان ها تا به اینمی قلای فتو ره با دینمی اینجا جنگ ختم شده دیگه جنگ هم جنگ سلا نبود دیگه نه دیگه کلش غولق بوده و تیر بوده و کمان بوده و اینمی کده پلخمان اینمی چیزا یا کده دست یا کده داس یا کده چوب مقصد انگلیس از این یک فرش شکست دادم این قدرت و قوت بله. او زمان سابق قبیبی و امکانات قبیبی بله. اون رقم مردم هم میدواندن بله حالا کده بله. تانگ و توب یک رقم بله. پس کشک میشه آه دیگه خو خیلی دیگه حالا خو چیز هست دیگه کمو جنگ دیگه حالا شکر کمو خاتمه یافم اینجا آه. از اینجا جنگ خلاش شکر نال شکر شار ما شار اسلامی شکر هیچ کدام گپ دیگه حال نیست بشک
خدا کمت نکنه. پاچای بخارا اینجا زندگی میکرده. دمی خلیفه. دمی خلیفه تو حال ما جایش بر تا نشان میتون که اینجا پاچاییش بود. مسجدش هست. بریم همینجا یک باغش هست. پورا میبینیم بعدا. قربانتان. آه والا اینه اینه تو. بیا. بیا اینجا. بیا گم شو زدن بیا دایری. آه؟ باش که والا یک رقم از همی دور چقدر خوش خورد سر ما. نزیک بیا چی تو خواهد شد. او بچه. بیا دگه. خو سعید. خیوره بیگی. خو بیاییم کمی همی دروازه را ببینیم. این دروازه چقدر سابقه و قدیمی است با چقدر کلان. بله آب دیگه همه تو آدم ها بدن که پخش ها را زده سعی که برش یک و نیم متر یا دو متر بر عزیز یک قلای کلانی دروازه دیگه نشاید که یک و نیم سه سال دو سه سال سر از دروازه از همی دروازه آب هم اگر بسیار سابقه معلوم میشه بیبی که تا حال هم شور نخورد اون در جای خود است هنوز هم کار میده بله یعنی اینی درون از این چی هست خانه هست ایج من یک صد سال دیگر هم کار میده توپ هم شور دادن نمیتانم اینمی زورا بود نیکن تو شکست دادن اینمی دیگه جایای نظمی و مردم های سابق هست کل از یاد اگر بازار خو پیش هست بازار پیش هست سعیست میریم طرف بازار قراری است برنامه های در شب میبینیم دونیم بجا قربان سرت کجا روان هستی؟ تا دشت پتوله رو میریم دشت پتوله میریم ما خزینه میسو آمده میندم این بازارت خلیفه توستیم چی بار کردی؟ سمت بار کردیم این طرف سمت بار کردیم برنامه ما بدل تا است؟ ادمان چرا نه بسیار خوشی ما میاییم خدا برو با عزت باشی قربانت سلامت باشی بیای هستی؟ جای خو نرفتی؟ باش که این موتر تیرشه من خود جایی که میگم گپ بزنم باز سلام بخیر هستین مزاحمت بر کسی نشه اینی بازارک قلعه فتو است بیا نه که چکر خو ببینیم ات کالا ما خو نابلد هستیم خو تو آدرس هم به ما نمید نه سلام علیکم سلام خوبه جان بخیر سلام بخیر هستی سلام علیکم قربان از امی قلیفتوستی ما از قلیفتوستی ما بیشک در این بازارتان چی پیدا میشه؟ در بازار از مو همه چی پیدا میشه همه چیز پیدا میشه همه چی پیدا میشه بیشک والا تو هم از امی قلیفتوستی یا دورتر از ایجا؟ من امیزی قلیفتوستم خب بیشک یک رقم خب یک چیز رو به ما بگو اینجا کدام مردم ما زندگی میکنن؟ اینجی مختلف است مردم مختلف است؟ شکر همه حل تشیع و همه حل تسنن الحمدلله خوبه دیگه خیلی زندگی خوب داره ما خواهی نمیره خوش داره سمیمیت با اینجی زیاد الحمدلله شکر خدا کمی سمیمیت آه سمیمیت است سلاته تنها با پیاز و بانجانومی نمیشه نمیشه احسن مرچ هم کار داره مرچ هم کار داره دیگه چی کار داره؟ دیگه زیاد نخورده هر چیز که پرتیدهش سلاته بود آه سلاته دیگه همی هر رقم ترکاری که تش مکس کنی سلاته احسن سلاته دیگه تنها با یک گل بهار نمیشه احسن ها همه تو شکر که کل ای به اتفاق اتواد زندگی الحمدلله خوب بخیر باشید قربان سرت بسیار خوش شدم از دیدنت تشکر سلام در ای جا کلینیک نانوایی دواخانه این چیزا هست ای باشید آره الحمدلله هست دواخانه هست شبانه روزی دیگه نانوایی هست کلینیک هست از همه چیز الحمدلله دیگه تقریبا بی نیاز دیگه بی نیاز آه بی نیاز این سودا را باز از کجا میارن؟ سودا را شور میارن از شار میره مگم خیلی دور از مارکت برای شار آره دوره اون تو بازی راهای خوب داره راهای نزدیک هم داره راهای چلسیتون خیلی نزدیک است دیگه اگر مارکت برو باز راهایش دور است سیار زیاد تشکر قربان سرت و علیکم خوب است که شما از اینجا تصویر ببینین نانوایی رو اونجا دیدم دواخانه رو دیدم یک دانه تصویر برتان داشته باشیم و دیگه ای که اینجا یک ایستگاه هم دارن ایستگاه موترا همین موترا کجا میره؟ موترا
خو اینا لقا گپت گفتی ما پس از هر چه رقم بگویم من یادم رفت کلش. خو طرف گلباغ میره، طرف چلستون میره، دیگه کجا میره؟ دارلمان میره. اینا خوب است که موتر لاینی داره. کرای شند از باز خو از این موترهای خرد 30 روپیه به خاطر که راهش دور است دیگه جای کابل که از 20 روپیه است. از یا 30 روپیه است باز این مرسدس ها که است تا پل باغومی 30 روپیه است. این موترهای خرد این موترهای مرسدس که است باز 20 روپیه است تا سینمای پامیر 20 روپیه. خوب است که موتر لاینی خو داره. این رفیقایی که میگفتن قلعه فتو این من کل چیزش پرسان میکنم که برای شما معلوم شه. بچه ها اونزو سایت کنین سایت تانا بلند کنین به شک او به شک تانا سا میگم خیر میبینی خوب هستین؟ بله. با یک صدا بگوین بله. جور هستین؟ بله. مزه تان نیز مگم بری خدا حافظتان بری که نا وقت نشه. گفتن اصل آدم کونه بگویم باز قارنشی کونه قلعه خواهش یک زن دیگه را کردیم تو مرا کونه میگی چی میگه آدم؟ ببینه تو چی فکر کردی؟ چند تا داری حالا؟ تو چی خوردی حالا دو تا سیوم میزوام در آس؟ به خدا نان چاشتم ندادن چای سوام ندادن جور خیلی چند تا یک زن داری؟ دو دانه یک خواه شکر چند تا دیگه میگی؟ یکی دیگه هم دلو میشه که به خاطر که پدر کلانم سه تا کرده بود حالا حالا می پدر کلانت خب خب من این حالا که بگویم باز یکام تا میگه بدت تره به کار شخص چیز دکا چی هر است این حالا گپی است که یکام تا میگه خب پدر کلانت گرفته بود خود تو نگی من چون نگیرم من واسه تو نیستم حالا می حالا می همی حالا می دمی زندگی دو تا خانم داری همی رابطا خوب است من میگم هم شیرار همه تو زندگی میکنم خوی این شاید از صدا تا یک هم یک تا دو تا اگه رقم باشه خود گوش کل جاجا وای دیگه مردش نارواس مردش عدالت نمیکنه الله را ولی سر نمیبینه که فرق نکنم باید خو خلاصه این هر چی که کردیم نشد کاکایم زن سوم میگیره ما هم باید بریم که دیگه نشد ما تو نگیرم نگیرم من میگم یعنی خوب همین دو تا برو یکی خوب بود حالا تو گرفتی همه قبس از به نظر من دو تا نشی سر والا نمیشه کار خدمت نیستم بیا باش خوش میمون ما شه قربان سرت خوش باشی شما هم ده یکی دو تا چی نکنین مهربان که ما خانه میرم در جنجال نمانیم خداحافظ بیایم بریم که گپا دیگه تر خانه میری قجارو بخوری که جارو خو خیره دیگه چی جایی بوده؟ شاید یک وقت از او همی جوی هم استفاده میشده؟ خود ما او از امی میخوردیم از امی جوی؟ بله آخ او میخوردیم حالا چک او نداره؟ او نداره و حالا کل غیر کسافات دیگه چیز دیش نیست اگر نیم ما کل قلایفتوی این از امی او میخوردیم صحیح اینی باقش هست اینی قصرش بوده و پاچاییشون اینی منجا بوده خب بیا کمک پیشتر بیا که اینی قسمت چه خوب والا اینجا را گل گلکاری کردن گل گلکاری خو سابقی رقم نبود نه؟ نه تو چیزایی نبود کالا دیگه کلا زیر حال نفرای دولتی هست کار میکنه گل میشانه و گل میشانه درخت میشانه میبره برای زراعت از دیگه یک قربان سر همین نامت هم نوال پرسان نکرد اسم ما عبدالقدیر سکسان کاکا قدیر همین جای ما صحیح هست همینجا خب بیا خیلی کمه که دیگه همین طرف تر بیا ای باغ است خانه است این باغ نیست خانه نیست این باغ است باغ است که پاچای بخارا در این زندگی میکده خب پاچاییش بوده اینجا اینجا اتاقایشان بوده یا قصرایشان بوده که اینجا میشیشتن یا نان میخوردن و چیز میکدن میله میکدن پاچاییشان بوده
اینمی جایی های کنه که جنگ هم میکردن باز کرد انگلیس یا جنگ کردن انگلیس ها را دواندن از اینجا شکر حال پس اونمو اسلامیست کال شکر آمدن اما اسلام ما پیرو شد اگه نه سابق هم اینمی اینجا کل از این چیز بود از کری بود و از پاچای بخارا پیش اونجا زیارتشان هست که خود از پاچای بخارا چیش زیارتش از سلطان پاچا از امی قوم بوده شهید شده در نمی جنگ های انگلیس اینجا شهید شد این دوان در انگلیس ها این زمین اینجا باز به نام قلای فتو نام از ایره ماندن اصلا این به نام قلای فت هست اصلا که یعنی جنگ فتح شد از اینجا جنگ فتح شد جنگ فتح شد باز دیگه اون زمان ها قصه کردن برد؟ پدرای ما میگفتن بر ما باز ما خود ما دیگه اصلا یاد خود ما میاید بسیار کم که تا او سالای پیش اینم اینجا از پایشان کمانجایشان بود از پایشان بود از خود از اون پاچای بخارا شاید و خیلی مقب دویست رسا یعنی بچه ها رو بود و باشم که اون قاید خود موتر و ترا نبود امی اسب بود سر اسب میرفتن و میامدن و جنگ تیر و کمان بود این از اینجا انگلیس شکست خورد چطور که بازی مانده تا بالا؟ تا حال مانده خرابه بود اگه بازی رو پسان امی در وقت امی شرفغنی و یا ایره پس رنگ روغن کردن جور کردن نایش جور کردن اگه نی اصلا اتاقهایش این گیلیاس که بودن که چپه شده یا هم بوده اصلا امی با دمی جا زندگی میکردن دیگه یا دینمی زندگی میکردن آل آل باغ از دیگه آل باغ است سابقش تو نخواد بوده باشه نه سابق خاک باد میشد کلش خاک بوده اینم یک جایی که او میرفت وان پاک بود کل مردم از امی او میخوردیم ما حالا اون در جای از او کلش لطه و در کسافات افتاده این نظر به گذر زمان چه چیزها تغییر میکنن بله جوان ها پیر میشن بله پیر ها ما خود ما جوان بودیم مثل بچه که کار این پیر شدیم ریش ما زفر دل زنده باشه قربانتان کاکا قدیر بسیار خوش شدم از دیدن قربانتان بسیار زیاد تشکر میکنم آرام باشین زنده باشین واقعا که قلعه فتو بسیار گپ ها داره بله ها صاحب آه یک قلعه تاریخی است داره تاریخی است چقدر از این تاریخ قلعه فتو شده باشه یارو شاید که یک 200 سال یا 1.5 سال تیر شده تیر شده از اون مردم ها دیگه خدا نالا اون مردم ها نیست کلش خاک شده کلش هم استوغان هایشان هم خاک شده یعنی می دیوالا دو گش جور شد پس دو دفعه آه خیلی دیوالا قربانتان آرام باشین زنده باشین شما کدما برین نان چاشت کدما نوش جان کنین به خدا قرار باز به خی برین خلیفه موتروان ها میبرین وام دقا ورده باشه به خی باشین قربانتان زنده باشین خدا نگاهوانتان باشه با امان خدا بچه خدا حافظتان بچه خدا حافظتان خدا حافظتان با عزت باشین یک رقم طرف تو که میبینم میگم وقت هم آمانست همونطور است خواه کسایی که پیام میکردن میگفتن یک بار گزارش تیار نکردی از قلعه فتو این ما دمی طول 3-4 سال واقعا کی طرف نامده بودیم و بر اولین بار آمدیم تا این ما قدر که وقت و تایم برنامه ماست گزارش ماست برای شما گزارش ویژه ما را از قلعه فتو آماده ساختیم کمی کاستی را به بزرگواریتان ببخشین مگر عجب جایی بوده یک زمان در این ملک ما در قریه ها حال که این قریه فتو یا قلعه فتو بگویم دیگه جای هایم بوده هست و ما هم کوشش میکنیم که این رقم که شما پیام میکنین ما هم دیگه باز لست کنیم بریم بخیر بر شما گزارش آماده میکنیم تا فردا و یک بخش دیگه از کابل خداوند یار و نگهدار همه ما شد.